هرگز من ندیدم که کانون آنچنان که شایسته است معرفی بشه به خود ما، به مردم ما و به همه مردم دنیا. ببین کانون میتونم بگم به عنوان یه اتفاق نادر بود در یک زمان به خصوصی که تونست یه مقدار انرژی رو کانالیزه بکنه در همه چیز، یعنی در هر رشته‌ای که آدما تمایل داشتن و استعداد داشتن و انرژی میتونستن بذارن، کانون میتونست اون رو کانالیزه بکنه و استفاده بکنه ازش. همینجا من به نوعی مجبورم اینو مؤکد به صورت مؤکد بگم که سینما ایران تو جوان میلومه اصلا از طریق سینمای مرکز سینمای کانون و با فیلم کودکانی مطرح شد. نگاه مردمی بود و مستندگونه به فیلم‌های داستانی که بعداً به نوعی واژه مستند داستانی گرفت این نوع فیلم‌ها که ما میون مردم بریم سوژه اون از میون مردم انتخاب کنیم. حالا اگر سوژه‌ای نوشته شده احیانا اورجینال یا اقتباسی هست، باز بیاریم با اون نگاه بین مردم بریم. نتیجتاً اینها اون میزانسن خاص ترکیبی زیبای شناخته شده رو نداشت این نوع فیلم ها، به دلیل اینکه نمیگم کج سلیقگی و بد سلیقگی، مگر اگر ما میخواستیم میزانسن رو اون شکل بدیم اصلا شاید نمیتونست جذابیت یک فیلم مستند که یک بار میبینی و شکار میکنی داشته باشه. خب این طرف قضیه میمون که بازیگرهامون از میون مردم انتخاب کنیم، یعنی در حقیقت خودشون رو بازی کنن که بازی بکنن که اینو بعدها به نوع نابازیگر مطرح شدن. حالت چطوره؟ بهترم آخ. اگه حالت خوبه چرا بعد از ظهر مدرسه نیومدی؟ قرار نبود تنبلی کنی ها. بیا این مال توه، یه خورده برنجه، به مادرت بگو برات آش بپزه، فردا صبح میام مدرسه. آجر زحمت کشیده. ولی اون چیزی که در اون زمان بیشتر بر جامعه سینمایی ما و نسل نو ما اثر گذاشت سینمای ایتالیا بود. سینمای ایتالیایی بعد از جنگ دوم یک سینمای منحصر به فرد. شما از دوره روسلینی اینا که شروع میکنین همجور میاین عقب فلینی و پازولینی و نمیدونم یکی دوتا نیستن واقعا اگر من بخوام اسم ببرم اینا.
همه معاصر در یک دوران زندگی میکنن و هیچ دوتایشون مثل هم فکر نمیکنن. میشه گفت که اون موج نوی سینمای ایران با توجه به موج نوی فرانسه و سینمای نورالیست مدرن شده در واقع مرحله دوم در واقع دوره دوم نورالیسم ایتالیا و سینمای اروپای شرقی شکل میگیره. درخشان ترین دوره فیلمسازی اروپای شرقی بود اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 اروپای شرقی است. تقریبا همزمان در نوول واگ فرانسه هم شکل میگیره. در واقع تمام جهان در یک جور انقلاب فرهنگی در سینما هستند. Oifen sitzt am Mädel, tumba, 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 tumba. In sie näht das schneeweiß Kleidel, tumba, 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 tumba. همه اینها الگوهایی هستند که در واقع سینمای روشنفکرانه در واقع باید گفت کانون رو شکل میده و در واقع فیلم های مدرنی ساخته که ممکن بود که کودکان کمتر بفهمند اما سینما رو شکل میداد. یک تجربه بود برای سینماتوگرافی با رویکردهایی که ما مثلا از برسون میتونستیم داشته باشیم تا درایر تا ویسکونتی و تا به خصوص روسلینی و آنتونی. اینها الگوهای تصویری یا ساختاری در واقع این سینما هم شده بود. اینا با تمام دنیا در ارتباط بودن. از ژاپن ما فیلمای خوب دیدیم، از اروپای شرقی چکسلواکی فیلمای کارل زمان رو ما دیدیم، فیلمای در از لهستان فیلمای خوب دیدیم، از فرانسه، انگلیس، هر کشور، از یوگسلاوی فیلمای بسیار درخشان دیدیم و بعد هر سال تعدادی از اینا رو دعوت می‌کردن به عنوان مهمان می‌مدن اینجا و اینا با در واقع دنیای با ایران آشنا شدن و ما با اینا آشنا می‌شدیم و یه کانال ارتباطی گنده برقرار کردیم. فستیوالامون کارگردانای اینا می اومدن، اینا موقعیت داشتن و اینا حرف زدن، کم 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 تو خود دیدشون و طرز کارشون اثر میذاشت. یه دانشگاهی بود کانون که کسی درس نمیداد به اون صورت، ولی این موقعیتی که بهشون داده میشد که بهترین فیلم ها رو ببینن، با کارگردان ها بتونن صحبت کنن و تماس داشته باشن و اونا با خیلی مثلا اینترست بیان با اینا حرف بزنن و بهشون این دانشگاه دیگه اینا رفتن تو اون دانشگاه و بعد ما اومدیم بیرون از اون سرحد کوچولویی که سینمای ایران اون موقع داشت. یک نوع اتفاق بود کانون پرورش کودکان، واقعا یه اتفاق بود، در یک مقطعی هم اتفاق افتاد حضورش و تأسیسش که خیلی سینما بهش احتیاج داشت، مثلا به یه شکلی پزشکی میکرد برای سینما از دور، یه جورایی طبابت میکرد. هیچ کدوم ما این میل و رغبت رو نداشتیم که با سینمای بدنه اون روزگار به اسم فیلم فارسی، که این هم واژه‌ای است که یک منتقد ایرانی به اسم دکتر کاووسی باب کرد و به نظر من خیلی واژه مناسبیه، خیلی گویاست، اصلا نمیتونستیم قاطی بشیم. اونها هم ما رو دوست نداشتن، اونها سینما رو پول میدیدن. شما برای که این گیشه کار بکنه درآمد داشته باشه مجاز بودی رو پرده سینما هر کاری دلت میخواد بکنه که مثلا یا مردم بخندن یا تا تأثیر قرار بگیرن. حالا شما از مزخرفترین رفتارها، رکیبترین جوکها تا متقلبانترین اخلاقها. فیلمای کانون اینا رو نداشت، یعنی کسی که حتی کسی مثل شاپور غریب که مثلا در کارنامه‌اش ممل آمریکایی رو داره ولی وقتی به کانون میاد فیلم حسنی و یا هفتیرهای چوبی رو می‌سازه که دو تا فیلم بسیار سالمی هستن. فیلمی هم که مثلا آقای کیمیایی می‌سازه باز با چیزی که بیرون می‌سازه متفاوته.
تلویزیون‌ها خودشون رو در محدوده فشار گیشه نمی‌دیدن و باید آزادتر کار می‌کردن و باید فیلم‌هاشون شخصی‌تر بازیگرهای حرفه‌ای نداشت فیلم‌های خودمونی‌تر و رو راستری می‌ساختن با خودشون و با تماشاگر آخه کالچر سینمایی ما نداشتیم فیلم‌ها درست می‌کردن که تو سینما فروش بره پول درآورن من چون دنبال پول در آوردن نبودم و میگفتم شما اکسپوزه بشین به معنی که میدیدم یه کسی استعدادی میبینیدم برو دنبالش به نظر من روحشون بزرگ بار اومد از آغاز تو سری خور بار نیومدن از آغاز خودسانسوری نکردن از آغاز نترسیدن عنصر ترس رو اگر ما برداریم از مجموعه که در کانون کار کردن متوجه میشیم که مقابل ترس آزادگیه و تو آزادگیه که اثر هنری خلق میشه اثر هنری هیچ وقت از دل ترس خلق نمیشه اونجا مهمترین کاری که شاید شد در این حوزه و در این میان بود چون این آزادی بهشون داده میشد چه از نظر محتوایی و چه از نظر ساخت واقعا خودشون رو نشون بدن و یک نوع به حال اگر بگیم سینمای آوانگارد که پیشرو هست در کنار سینمای ایران به وجود اومد و جوانای تشنه اون روزی که دنبال موقعیتی میگشتن و به نوعی هم تو کارهای هنری و یا نویسندگی صاحب نام بوده اینا جذب کانون شدن به مرور که ما در واقع سینما رو دوباره از اون کشف کردیم هیچ کدوم سینماگر نبود که تحقیقاتی می‌ساختن مثالی کار گرافیک می‌کرد آراپیک باگرستانیان همینطور بقیه هم تجربه های استثنائیشون رو من تو کانون کردم بنابراین کانون شد یک مرکز سینمایی جهانی یعنی یک جهانی نگاهی به کانون داشت و فیلم‌هاش بسیار جایزه‌های اول یا دوم رو فیلم‌های کانون می‌گرفتن. این یه فرمول شروع شده بود و به خصوص موفقیت سینمای ایران تو دنیا خیلی در شروع کار در 10 سال اول شوک وارد کرده بود. و سینمای کودک در جهان یه تکون خورد بود بابت یه تم تازه و یک متد تازه تو سینما. این بخش سینمایی فیلمسازهای جهان رو می‌سازه. می‌خوام بگم متأسفانه اصلا اینطور نیست که این سینما بدنه سینمای اون دوران رو تحت تاثیر قرار بده بلکه فیلمسازهایی رو میسازه فیلمساز جهانی که فیلم ساختن مدرن رو یا در واقع تجربه کردن مدرن رو در اونجا میآموزه و این دستاورد نه تنها کمی نیست بلکه بسیار درخشان ولی کسی که به هر حال باید اشاره خیلی ویژه بهش بشه عباس کیارستمی بود عباس کیارستمی فیلمسازی رو در کانون یاد گرفت با آزمون و خطا به تجربه کرد و به علت ذهن خیلی متفاوت و درخشان و خاصی که داشت موفق شد که از این امکان و حتی از این موضوع استفاده بکنه از یه فیلم ساده برای بچه ها مثلا به مدت یک ربع ساعت موفق شد که یک فیلم ماندگار بسازه حتی سهراب شهیدسالس هم اولین فیلم بعد از آمدنش به ایران رو در اونجا ساخت در حقیقت هرچند که او کارمند وزارت فرهنگ و هنر هم بود در حقیقت فیلم های مهم بعدیش رو برای وزارت فرهنگ و هنر ساخت ولی باز معلومه که اونجا هم تخت پرشی بود براش خواستگاهی بود براش این هر کسی که میومد بالاخره از اینجا میومد برای که سهراب توی کانون کرد اتفاقا یک انیمیشن تکفرمی زنده است ربطی هیچ به اون تجربه های سینمایی که در وزارت فرهنگ میکنه نداره اما تأثیرش قطعا در اون گونه از سینمایی که از طریق اروپای شرقی در جشنواره های جهانی مطرح شده بوده و مال خواص اهل فقط سینماست تجربه های موفقی بوده که او میکنه قطعا توی این گونه سینما سینمای با تمپوی آرام نزدیک به واقعیت زندگی که داره در قصه بهش میپردازه مبتنی بر واقعیت موجود جامعه در بسیاری از فیلم‌ها تأثیر میگذاره
یعنی سینما فقط یک امر فرمالیستیک نبود در اونجا. نوعی تفکر در واقع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با این فیلم ها چه در انیمیشن بشه در سینمای کوتاه شکل گرفت. و سینماگرها فهمیدن که میتونن با فیلم، فیلم داستانی سخن بگن. شماره خودم میشمارم بزن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کارگردان برای بیان قصه خودش بیش از هر چیزی به خودش مراجعه میکرد و بنابراین کارگردان های دیگه که وقتی میومدن در کانون شخصی ترین کارشون رو میساختن، به همین دلیل تعریف عمیقش تعریف مثبت از فیلم های کانون. کانون نقش مهمی در روند، من نمیگم فقط هنری، بلکه روند مدنیت ما تهران و ایران داشته هستن. کانون نمیتونه تافته جدا بافته ای باشه که برای خودش کارهایی بکنه که به مملکت ایران در اون زمان حاکمیت ارتباطی نداشته باشه. یعنی در واقع نتایج انقلاب نفتی ما در دهه 40 خودش رو بروز میده با سرمایه گذاری های بنیادینی که توی ایران اتفاق میفته، با تشکیل سازمان برنامه و دیگر چیزها، نهادهای اقتصادی بخش خصوصی به تدریج گسترش پیدا میکنه و در این حال دولت هم در مقابل شکستی که در 28 مرداد به عنوان یک نقطه ضعف دولت هست، این رو سعی میکنه با نوعی ایجاد فضای مدنی جبران کنه. در واقع هر واقعی در واقع مجموعه یه سلسله عوامل فردی است و بعد یه مقدار سلسله عوامل تاریخی. یعنی کارو در یه دوره درست شد که ایران یه ثباتی پیدا کرده بود، میل به گسترش فرهنگی پیدا کرده و بسیار رو به غرب بود و میبلعید واقعا و باز بود که هر ایده ای رو بگیره و اون رو یه نوعی اینجا پیادش بکنه. دولت در فکر افتاد که یک سازمانی رو، یعنی در واقع نیاز به وجود اومد که برای جوان ها و نوجوان ها و برای کودکان یک سازمانی به وجود بیاد. اسمش برمیاد میگه که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چون موقعیت های آموزشی دست وزارت آموزش پرورش بوده در اون زمان. پس برمیاد میگه که بیایم در اوقات فراغت کودکان رو در نظر بگیریم که ما چی میتونیم به اینها بدیم. قانون از اینجا به وجود اومد که من آمده بودم امریکا و یک ماسترز لایبرری ساینس و چیلدرنز لیتریچر گرفتم از دانشگاه راتگرز. وقتی برگشتم ایران با اولیا ازت صحبت میکردیم، بودم برم چطوره که یه کتاب خونه برای بچه هم درست کنید اینجا مثل همینی که در امریکا هست. ایشون هم فوری موافقت کردن. پایه قانون اونجوری گذاشته شد که یه کتابخونه که توی وسط شهر پارک فرح، الان اسمش یه چیز دیگه شده، گفتن یه زمین میدیم که کتابخونه برای بچه‌ها بسازیم. اون تا این کتابخونه نقشش درست شه و ساختمونش درست بشه، من با خانم همای زاهدی که با من خیلی دوست بود و یه مقدارم تو انتشارات فرانکلین دستش بند بود و کار میکرد و اینا، می رفتیم تو مدارس جنوب شهر و کتاب می بردیم، کتاب های ناشرهای دیگر رو، کانون هنوز کتاب نداشت، و سکول لایبرریز یعنی کتابخونه مدارس ما اونجا شروع کردیم. یه غرفه، یه اتاق، هر جا ممکن بود پیدا می کردیم این کتاب ها رو می زاشتیم. بعدم یاد می دادیم که یکی از معلم ها مثلا مسئول بشه، هر دفعه کتاب ها رو می خوام بیان قرض کنن بس بدن، این رو یادشون دادیم. این هم تو گرفت، جنوب شهر تهران پر از کتابخونه مدارس شده بود که بعد مثلا یک اتاق گنده تر می گرفتیم که 3 مدرسه بیان از این کتابخونه استفاده کنن. بعد کتابخونه های شهرستان به وجود اومد، در شهرستان های مختلف، ابتدا در مراکز استان، بعد شهرهای بزرگ، و حدود 200 کتابخونه ما در این مدت که کانون بود ایجاد کردیم، به اضافه کتابخونه های سیار روستایی
ما این لندروورا رو میگرفتیم و تبدیلش میکردیم به یک کتابخونه سیال که ضمناً پرده سینما داشت که فیلم هم نمایش میدادن. انواع کارهایی که میشد برای بچه های روستایی که دسترسی نداشتن به کتابخونه های ثابت ما برشون انجام میشد و خیلی هم استقبال، خیلی استقبال میکردن. مرحوم پیروز شیربانلو که از بانیان تأسیس کانون پرورش فکری کودکان هست، یک فردی است که گرایشات مارکسیستی داره، عضو کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بوده، به ایران برمیگرده و میپذیره که در مدیریت فرهنگی و مهندسی فرهنگ کشور نقش ایفا کنه. پیروز شیربانلو هم از همون ابتدا وقتی که ما تصمیم گرفتیم که توی فرانکلین کار میکرد، انتشارات فرانکلین، وقتی که گفتیم شروع کنیم به مثلا کتاب بچه ها اینا درست کنیم که خودمون باز کانون انتشار بده، که بعد کتاب خونه دار که شدیم کتاب های خودمون هم تو کتاب خونه هامون باشی، اون موقع بود که اومد شروع کرد کار کردن و مدیر قسمت انتشارات کانون شد. خانم امیر ارجمند در رأس بود و فیروز شیربانلو تا اونجا که من میدونم نفر دوم کانون پرورش شد، به دلیل پتانسیل فعالیتی که داشت و ظرفیت‌های فرهنگی شایسته‌ای که داشت. واقعا شیربانلو خیلی کمک کرد، چون تمام انتلکتوال جوان‌ها رو میشناخت. مثلا میگفتش که فلان کسی سناریو داره، میشه یه نگاه کنین. چقدر من شانس داشتم که این آدم ها با من نزدیک شدن و من تونستم باشون کار کنم، این افتخار منه. یکی از کاری که کانون کرد این که به ما امکان دیدن داد. میتونم بگم مجموعه کتابایی که مثلا برای کتابخونه‌شون از تمام دنیا می‌خریدن به طور دائم خب بسیار به ما کمک کرد. و بعد این فستیوال، فستیوال بسیار بزرگی بود، یه جزء گروه الف بوده در دنیا، خیلی ازش استقبال میشه و دبیر اولیه این جشنواره بین‌المللی آقای حجیر داریوش بود که بعداً به پرویز دوایی سپرده شد. کاتالوگ مفصل چاپ میشد، تک تک فیلم ها با همه جزئیات تو این کاتالوگ میومد، تصاویرش داوران بین المللی داشت. در زمان خودش فستیوال فیلم های کودکان و جوانان خیلی خیلی موثر بود و خیلی یگانه بود، تک بود. فستیوال انقدر گسترش پیدا کرد و ما بعد بچه ها رو از مدارس سوار اتوبوس میکردیم میوردیم تو 3-4 تا سینما که فقط برای فستیوال آماده شده بودن و صاحبای اون سینما ها این فیلم ها رو در اختیار ما میذاشتن برای یک هفته. بچه ها رو با اتوبوس میوردیم، به خصوص مثلا از جنوب شهر تهران که براشون موقعیت کمتر بود فیلم ببینن، در شهرستان ها هم همینطور همین کار رو کردیم و تمامیه فیلم های پیشرو جهانی با عنوان سینمای کودک و سینمای متخیل کودکانه در این جشنواره حضور داشت و نقش بسیار مهمی در رشد سلیقه فرهنگی نسل جوان آماده برای فیلم سازی رو ایفا کرد. ما برای اولین بار با در واقع با دنیای فیلم کودک آشنا شدیم. یه دنیای وجود داره به اسم فیلم کودک و در چه سطوحی، مثلا فیلمایی از اروپای شرقی اون موقع میبردن، از لهستان میبردن و فیلمایی بسیار درخشانی بودن. مثلا معرفی انیمیشنی غیر از انیمیشن صادر شده از مثلا کمپانی والت دیزنی یه چیزی بود که ما اصلا باهاش آشنا نبودیم. هی یه موقعیتی پیش میومد، ما میگفتیم مثلا حالا که فستیوال گذاشتیم برای بچه‌ها، اینقدر همه بچه‌ها دوست دارن، خودمون فیلم چرا درست نکنیم، فیلم فارسی درست کنیم. یعنی این موجب شد یک ایده دیگه پیش بیاد، هم تا خودش پیش میومد. شیمانو با ابتکار خودش یک سیرک روسی رو دعوت میکنه. سیرک های روسی اون موقع خیلی هم قوی و جذاب بودن.
این پارک که الان اسمش لاله است موقع فرح بود جای این هتل اینترکانتیننتال هنوز خالی بود که الان اسمش هتل لاله است و اونجا یه سیرک گذاشتن و پول حسابی در آوردن و که با اون پول فکر کردن قسمت سینمایی را بندازن. و تو اون موقع من 29 سال 30 سالم بود ولی شناخته شده بودم و راجع به فیلم به عنوان فیلمساز فیلم‌های تبلیغاتی فیلم‌هایی که فیلم‌های متعارف نبود و یه سلامت بیشتری داشت از فیلم‌های موجود تبلیغاتی و برای فیلم شیرمانلو فکر کرده بود که من آدم مناسب‌تری هستم که بیام کانون پرورش فکری کودکان رو بخش سینمایش رو راه بدم. همین آقای شیروانلو اومد به من گفت خانم این فیلم یه عباس کیارستمی هست که مدیر تهیه ماست، فیلم خیلی کوتاه 10 دقیقه سیاسفی درست کرده به اسم نان و کوچه، اگر میشه اینو شما ببینین که تشویق بشه. من رفتم فیلمو دیدم، فیلم کوتاه بود، گفتم نه فقط این فیلم تو فستیوال خواهد بود بلکه شب اول افتتاح فستیوال ما این فیلمو نشون میدیم، که اینا همون قول شدونن که حالا این بهترین فیلم ما نیستش که نشون میدیم، گفتم نه این اول شب. و همون سال چند تا فیلمی که ما از کانون داشتیم یه جایزه مجموعه فیلم های کانون جایزه بود. یک اتفاق خیلی جالب و عجیبی که افتاد این بود که کانون تازه داشت رشد میکرد. خیلی از استانهای ایران کانون کتابخونه داشت. این کتابخونه ها نقاشی درس میدادن، معلمای نقاشی داشتن، معلمای چیزهای مختلف داشتن. یکی از چیزهایی که داشتن معلم سینما، در واقع به بچه ها سینما یاد میدادن که با دوربینای 8 میلیمتری با فیلم 8 میلیمتری بچه ها فیلم های کوتاهی می ساختن و بهشون یاد می دادن که فیلم سازی در واقع چه جوری هستش. که از اونجا بود که یواش یواش کانون شروع کرد به فیلم سازی، که می خواهم بگم که الان کارگردان خیلی بزرگ ایران که الان ما ببینیم شاید از این کلاس ها بیرون اومده. من حدود 12-13 سالم بود که شنیدم یه جایی هستش که کتابخونه است و میتونیم بریم کتاب بخونیم و کلاس فیلمسازی اونجا راه افتاده. این کتابخونه شماره 9 بود توی خیابون وحیدیه و رفتم و آقای کوروش افشارپناه معلم این کلاس ها بود. شکل کلاس ها اینجوری بود که بچه ها خودشون فیلمنامه مینوشتن، بعد فیلمنامه ها رو با هم دیگه میخوندن، مربی راهنمایی میکرد و یک فیلم ساخته میشد. موقعی که فیلم ساخته میشد خب قطعا یه نفر فیلم برداری میکرد، یه نفر کارگردان بود، یه نفر بازی میکرد. چون تعداد بچه هم زیاد بود میخواستن که کسی بیکار نمونه، به جای سپایه یه چراغ هزار مدادی که میدادن دستش، در واقع هنرجو نقش سپایه رو بازی میکرد ولی احساس میکرد که تو ساخت فیلم نقش داره دیگه، چون اسمش توی تیتراژ میامد. من فکر میکنم که 11-12 سالم بود و شاگرد خوبی بودم تو مدرسه تو جنوب شهر، طرفای میدون شاپور سابق. یه روز یه دوستی اومد به هم گفتش که یکی از بچه ها همکلاسی همون گفتش که تو میدونی یه جایی باز شده کتابخونه است برای بچه ها؟ من گفتم نه نمیدونم. گفت خیلی جالبه، میخوای ببرم نشونت بدم؟ منو برداشت برد یه کتابخونه ای بود به اسم کتابخونه شماره 4 کانون، کتابخونه شماره 3 کانون، سرا مخصوص، 4 لشکرون پایین سرا مخصوص. رفتن به کتابخونه های کانون همانو و تغییر مسیر زندگی من بالکل همون. من کتابخونه شماره 4 میرفتم واقع در خیابون مولوی. من از سن 10 سالگی وارد کتابخونه شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان شدم که من فکر کنم حدود 10 سال اونجا زندگی کردم، کار کردم و فیلم ساختم اونجا.
آموزش نقاشی، آموزش تئاتر، خودمون تئاتر برگزار می‌کردیم، خود تئاتر اجرا می‌کردیم تو کتابخونه. بعد گروه موسیقی داشتیم و بعد فیلم ساختیم، کلاس‌های آموزش فیلمسازی که بازم اصولی بود و این فیلم‌ها در سطح جهانی می‌رفت و همه‌شون جوایز بین‌المللی می‌گرفت. و چیز جالب این بود که این کلاس‌ها همه مجانی بود. خب برای من که یک بچه‌ای بودم که توی محیط فقر بزرگ شده بودم و توی کوچه‌های پایین شهر به اصطلاح بزرگ شده بودم، مثلا تو کوچه بازی می‌کردیم و خیلی سر و وضع مناسبی نداشتیم، لباس مناسبی نداشتیم، خب این فضا برای من خیلی عجیب بود دیگه. این بچه‌ها عاشق ما که میگن، یعنی مربی‌ها و همه کسایی که اونجا کار می‌کردن می‌شدن و ما عاشق بچه‌ها. همیشه سه‌شنبه برام بهترین روزه. برای اینکه از یک ساعت قبل یادمه که من و همین آقای حسن دوست، همین آقای طالبی میومدیم دم در کتابخونه وای میستادیم که مینی ماینر معلممون رو ببینیم کی میپیچه. بچه‌ها به من گفتن آقای موسیقی. وقتی که اون موقع یه ماشینی داشتن، وقتی میرفتم جلو کتابخونه فخرآباد بعد تو کوچه پارک میکردم، دنده عقب نمیستم برن، چون همه بچه ها می اومدن پر می شدن رو شیشه ماشین. و دیگه حالا این مستخدم کتابخونه میاد بیرون و اینا رو رد می کرد تا من پارک کنم و همینجور از سر کوله من بالا می رفتن تا ما بریم توی کتابخونه. در واقع اینکه در نهایت حالا کار حرفه این بعدها شد موسیقی فیلم، یعنی عمده ترین کارم شد موسیقی فیلم، یکی از علتاش این بود که خودم فیلم ساختم. من 3 فیلم ساختم و اولین فیلمم هم توی جشنواره میوز فرانسه جایزه اول گرفت که موسیقیش هم خودم ساخته بودم. یعنی موسیقی فیلمای دوستامون رو خودمون می ساختیم. خب یه تعداد هنرجو تربیت کرده بودن که فیلمسازی یادشون داده بودن، همه شده بودیم 16 ساله. اومدن ماها رو جمع کردن، در واقع به قول خودشون نخبه های این جمع رو جمع کردن در مرکز آموزش فیلمسازی تو خیابان تخت آبوس. بچه ها از کتابخونه های مختلف اومدیم، بچه های کتابخونه راهن، بچه های کتابخونه نمیدونم نیاوران، همه جا اومدن اونجا. حالا مربیامون تعدادشون بیشتر شد و چقدر این مربیا با هم دیگه فرق میکردن. توی سنی که آدم داره هم تو پخته میشه و شکل میگیره، به شدت روی همه ماها تاثیر میذاشت و یاد میگرفتیم. حالا از هر کس چیزی، دید شاعرانه فرهاد شیبانی، دید تکنیکال گروش افشارپناه، دید اجتماعی ناصر زراعتی، نمیدونم زیبایی شناسی گلنراقی، تک تک اینا و برنامه هایی که برامون میذاشتن. من یادم یه روز آقای شیبانی، معلم فیلمسازی ما رو جمع کرد یه روز تعطیل، گفت امروز میخوام ببرمتون یه جایی گردش. به ما هم نگفت میخوایم چیکار کنیم. ما رو برد یه جایی روی تپه های لشکرک، یه جای زیبایی بود، هری حالت باغ و بستان و اینا داشت، پر از درخت و گل و گیاه بود. یهویی از تو ماشین چند تا دوربین در آورد، اصلا ما تعجب کردیم، دوربین ها رو به ما نشون نداده بود. چند تا دوربین 8 میلیمتری در آورد، به هر کدوم از بچه ها یکی یه دونه از این دوربین ها داد و گفت برید بچه ها از توی این فضا یه دونه فیلم بسازید. یه حلقه فیلم 8 میلیمتری هم توش بود. خب ما همه تعجب کردیم که ما رو آوردن اینجا گردش، ولی یهو دوربین دادن دستم. هممون رفتیم پخش شدیم تو این فضای وسیع و شروع کردیم از این درخت و گل و گیاه و جویبار و از این چیزا فیلم گرفتن. و خب من که خب بچه بودیم نمی‌دونستیم واقعا چرا مثلا همچین اتفاقی افتاد. خیلی هم به همون خوش گذشت، حالت پیکنیک داشت و نمی‌دونستیم چرا آقای شیبانی این کاری کرده، چرا از ما سناریو نخواست. مثلا خب می‌تونستیم قبلش یه سناریو بنویسیم، ولی بدون هیچ زمینه ما رو برد اونجا و فکر می‌کنم تو همین فیلمم هم نشون داده بشه صحنه‌ای ازش. جالبی این کار به این بود، اصلا مهم نبود که این فیلم قراره مثلا چه فیلمی بشه، مهم این بود که اون بچه‌ها باید به طبیعت درست نگاه کنن و بگردن چیزهایی رو در طبیعت پیدا کنن که زیباست. یعنی زیبایی. یک شب که من خوابیده بودم، آهنگ باران را شنیدم،
که ما نگاه میکنیم میبینیم این بچه هایی که تو اون محله های فقیر نشین اومدن تو کتابخونه ها همشون بعد از انقلاب رفتن آرت دراماتیک کنکور دادن، رفتن سینما آموختن و تعداد زیادی از اینا چهره های موفق هنر امروز هستن. یه اتفاقی که در کانون خیلی خیلی قابل دفاع و قابل احترام بود این بود که شما، من بچه کتابخونه 13 در پارک نیاوران بودم، کتابخونه نیاوران که الان فقط ساختمونش باقی مونده شده کانون زبان، هر دفعه از جلوش رد میشم فقط بغضم میگیره. از کتابخونه شماره 13 که جز کتابخونه های برتر شهر تهران بود تا دور افتاده ترین شهرستان هایی که ما تئاترمون رو میبردیم اونجا اجرا میکردیم، همه چیز یک شکل بود، پرده هاش، طراحی داخلیش، کتابایی که توی اون کتابخونه بود. کتابخونه اون خیلی رنگ و لعاب خوبی داشت. خیلی از محله های فقیر نشین وقتی شما تو کوچه پس کوچه‌اش میرفتی واقعا خاکستری خالی بود. وقتی در کانون میکنه انگار میری تو بهشت. کانون مثل یک مادری بود که تمام فرزندان ایران رو تو بغل خودش گرفته بود و محافظت میکرد ازشون تا جایی که در توانش بود دیگه، تا اون تعدادی که به اصطلاح حجمی که جا میشد، حالا خیلی هم نمیومدن دیگه، ولی و با اطمینان میگم که بیشترین بچه هایی که تو کانون اومدن از بخش فقیر جامعه بودن، چون که کانون برای ما مسافرت بود، نمیدونم تفریح بود، همه چیز ما بودش، یعنی همه چیزایی که نداشتیم کانون بود برامون. به هر حال این نمیدونم، شاید خود سیستم این اشکال رو داشت، به سرعت با یه شتاب زیاد به سمت مدرنیته میرفت و این مطابقت نداشت با جامعه سنتی و باورهای سنتی. چقدر درست بود، چقدر غلط بود، چه اشکالاتی داشت، این دیگه کار تحلیلگرای جامعه شناس و روانشناس هست که روی این موضوع اگه انتقادی به کانون هست اینا رو باز کنن. تمام بچه هایی که تو کانون بودن الان من میبینمشون، ممکنه آرتیست حرفه‌ای نباشن ولی کسانی هستن که با هنر آشنان، کسانی هستند که منتقد هنرن، کسانی هستند که فهیمتر از بقیه بچه‌هایی هستند که تو کانون نبودن. یه روزی از کوروش افشارپناه پرسیدم که کتابخونه‌های کانون تو تهران 20 خورده کتابخونه است، سالی 20 تا 30 تا هنرجوی فیلمسازی میگیرید، قرار سالی مثلا 500 تا فیلمساز بیاد بیرون؟ گفت نه. خیلی جمله قشنگی بود، گفت اگر از تو این 500 تایی که ما داریم هر سال میگیریم دو تا فیلمساز بیاد بیرون خیلیه. گفتم اون باقیه چیه؟ گفت اونا بیننده های این دوتا. و کاملا درست میگفت، یعنی ما وقتی بایستی کاری که من میخوام بکنم بیننده داشته باشه و کانون داشت بیننده ها رو تربیت میکرد نه فقط ما رو. این نگاه بدون قضاوت، این آزاد اندیشی، این آزاد نگری، این حس کودکانه چیزیه که در کانون به من منتقل شده. همه ما ها رو با یک ذهنیت در واقع میتونم بگم دموکراتی تربیتمون کردن، یاد گرفتیم که حرف بزنیم و گوش بکنیم، یاد گرفتیم که اگر به من اجازه داده شده که دیدگاهم رو بگم پس این اجازه رو برای دیگرانم قائل باشم که دیدگاهاشون رو مطرح بکنن. این فضای دموکراتیک کانون حداقل میگم در زندگی خود من که خیلی تاثیر زیادی داشت. یه چیز جنریشنال ایتس، یعنی یه نسل به یه نسل دیگه هم امیدوارم ادامه پیدا کنه با چیزای مثبت، چیزای مثبت در
نگاه کردن به زندگی، نه که مثبت باشه و نه که من سیاسی فلان فکر میکنم. به کلی باید از تو سیاست کانون رو بکشیم بیرون. اینجا یک مسئله اساسی وجود داشت که این تفاوت در کجاها باید در نظر گرفته بشه. فیلم های برای بچه ها که آموزشی باشه، که از این فیلم های آموزشی هم زیاد میساختن، نمیدونم فرق الف و ب، نمیدونم چجوری خط بکشیم، چجوری، خیلی هاشون اینجوری فیلم ساختن که مخاطبش فقط بچه ها بودن، ولی خیلی هم فیلم ها رو در حوزه دیگه‌ای گسترش دادند، یعنی تجربه اندوزی دیگرتری کردن و اون فیلم درباره بچه ها بود. دوست که رستمی درباره بچه ها فیلم ساخت، برای بچه ها هم البته فیلم ساخت. باز این دنیای کودکانه معناشی نبود که اونجور داره به سر بچه ها میاد، بسیار دلپذیره، اما این غیر مستقیمه. همونطور که نوع زیست یه بچه رو که در یه روستا یا در تهران یا در یه جای دور افتاده زندگی میکنه اون رو مورد نظر قرار میدادی برای جور زندگی اون میساختی، خود به خود یه اثر سیاسی بود، سیاسی اجتماعی بود. برای اینکه میدیدیم که خیلی از این مسائل مشکلات بچه ها ناشی از مشکلات اقتصادیه یا حتی مشکلات فرهنگی که ربط پیدا میکرد. چه بسا کانون مورد انتقاد قرار گرفت که زیر یک نگاه اینچنانی و پوشش افکاری که به نوعی دخالت میکنه در فیلم های کودکان نوجوانان، اکثر این فیلم ها خاص کودکان نیست بلکه درباره کودکان، درباره کودکان که اون دید انتقادی خودشو داره و حتی یک واژه رو به کار میاره که این ویترینیه از یک سری روشنفکر که میان خودشونو در حقیقت به نوعی پیاده میکنن. در کنار همین اتهاماتی که میزنند و روشنفکرانو به عنوان روشنفکرنما یا روشنفکران بریده از مردم مثلا تحت این عناوین جمع میکنن که درست نیست یا حداقل در بسیار از جا درست نیست، حجتش همین فعالیت کانون پرورش فکری کودکان نوجوانانه که چطور همین گروه جمع میشن یه جایی با مدیریت خوب و نه تنها بریده از مردم نیستن بلکه سلیقه، ذوق، شعور و سواد بچه ها رو از همون بچگی بالا میارن. کانون یک نقش اساسی در سینما داشت ولی اون به حساب یونیفرمش سایه بود، مستقیم نبود، ولی این بود دیگه. یعنی بچه های کانونی بچه های فهمیده‌ای بودند، با خودشون فهمندگی می آوردند، برای اینکه مثلا گذشته سیاسی داشتن، بعضی هاشون گذشته زندان داشتن، حتی گذشته پشتمون به پشتمون فرار کردن داشتن، یعنی دیگه گذشته بود از سینما و موسیقی و اینها. و اینم اصلا مطابق میل به اصطلاح بند ناف کانون که به دربار وصل شد نبود، اصلا یک جریان مستقل بود که من نمیدونم آیا آگاهانه این رهایی رو بهش داده بودن که خود رها حرکت کنه یا اینکه بچه‌هاش خودشون اینجوری بودن. یعنی این اتفاق اون دوران بود. ما ببینید افرادی رو در کانون به حساب به این کانون پیوستن و اثری از خودشون باقی گذاشتن که از ذات و بنیاد اصلا مخالف با رژیم و با دستگاه سلطنت و با شاه و با ملکه و اینها اصلا آشتی پذیر نبودن. مثلا اون آقای عطاالله نوری اون رو گرفتن، شاید هم ادامش کردن تو کارون خیلی ها رو، یعنی اغلب کسایی که بودن اگر هم کمونیست نبودن، البته شاید یکی دوتا، ولی بقیه همه راست سوسیالیست داشتن و طبیعی است که اینها مخالف یه سری بلبشو و هرج و مرج‌های به خصوص اقتصادی در جامعه ایران بودن. اونجا جالب بود، یک مرکزی از اپوزیسیون بود، اپوزیسیون شعارده و سیاست زده، نه اپوزیسیونی که حس هنری داشت، عشق داشت و به نظرم وطن پرست‌ترین آدم ها. کانون رو یه جوری بچه های اینجوری فتح کردن، میدونید؟ یعنی شاید هم اونور زیاد خانوم ارجمند دلش نمیخواست این اتفاق بیفته، شاید، اما به هر جهت بچه های اینجوری فتحش کردن، یعنی به عنوان یک نقطه قدرت و قوت در حکومت ازش استفاده کردن. متاسفانه هم در مورد کتابای کانون هم در مورد فیلمامون هر کاری ما کردیم
میگفتن فلان کس اومد به زور خودش چپون تو کانون که اون عقاید سیاسی فلان بیستار خودش بیاره تو. اینقدر همه چیز، هر داستانی رو، هر سناریوی رو شما میتونین بردارین و یه کته، یه قسمت سیاسی بهش بدین، یه جوری اینترپرت کنین که مثلا سیاسی شه. من خودم شخصا هیچ وقت این چیزا رو ندیدم. من میگفتم این داستان قشنگه، حالا یا کتاب میشه یا فیلم، این قشنگه، یه چیزی توش داره. مثلا اون چیزی که لونه زنبور اسمشو گذاشته بودن کانونو. کانون رو لونه زنبور میدونستن اینا. در کانون یه سری آدم هایی جمع شده بودن که از نظر ساواک سابقه خوبی نداشتن. یعنی همه اینا بیشتر چپ بودن. قیل. تمامشون تقریبا. مثلا کانون یه بخش پژوهش شیروانو موقعی که بودی بخش پژوهش درست کرد. خب خیلی از بچه های چپ اون موقع در کانون جمع کرده و اینا همشون با سازمان امنیت مسئله داشتن، ولی خانم مرجان تمام مسئله رو حل میکرد. یعنی مثلا همین کتاب مایسه کوچولو رو کار صمد بهرنگی، صمد بهرنگی چپی بود که مراقبش بودن، خب اجازهش رو گرفت کانون. یعنی شیرمالو خواست و خانم مرجان اقدام کرد و اجازه رو گرفتن. خیلی حمایت بود، واقعا حمایت بی‌دریغ بود از ما در همه جهات. ما هم انتظاراتمون فوق‌العاده معقول بود. ببین همه جوون، معصوم، تازه شروع کرده، انتظارات منطقی، انتظارات در یه سطح چیز، هیچکی رو پشت کسی دیگه نمیخواست بره و این در مجموعه من فکر می‌کنم یه فضای دلچسبی درست کرده بود. کانون با این در این جو شکل میگیره. در واقع این جو هست که به کانون اجازه میده که یک جریان پیش رو شکل بده. در واقع اگه این جو نبود شاید کانون نمیتونست اینقدر پیش رو و حتی نامتعهد به تمایلات حکومتی حرکت کنه. برای اینکه میگفتن که آلمان من تمام اینایی که مثلا یه عقاید سیاسی چپی بیشتر دارن اینا رو همه رو میاره تو کانون، دون زنبور درست کرده. بعدم هر وقت اینا هر کدومشون یه اشکالی پیدا میکردن من گوشی تلفن دستم بود به پرویز ثابتی بود. مثلا اینا همچین بود، مثلا فیروز شیروانلو رو تو فستیوال راشت نمیدادن. خب خودش بیچاره این همه کار کرده بود برای فستیوال، اجازهش گرفتم، خب اومدش طوری هم نشد. از اونم این گفته میشه که رژیم، یعنی رژیم پادشاهی میخواست یه مفری هم وجود داشته باشه که روشن فکر رو برن اونجا به سرشون جمع باشه و یک کارهایی بکنن اینا. حالا اگر هم اینجور بازم دستشون درد نکنه، روشن فکر رو نمیگفتن زندان کنن یا خونه نشین کنن یا تو سرشون بزنن، یه جایی بود میگفتن کار میکردن روشن فکر رو و خیلی هم خوب کار کردن. و واقعا که کسایی که توی کانون بودن، مالا من نمیدونم شد اگه من خیلی بیخیال بودم که نبودم، اینقدر عشق داشتن به کارشون که لابد عقاید سیاسیشون و بحثایی که داشتن رو بیرون میکردن، ولی تو کانون رقد برای بچه ها بود، برای اینی که یه چیزی به وجود بیاد، یه چیزی رو درست کنن برای بچه ها. ما کار میکردیم همون، یعنی دیگه سیاسی نبود. من که افتاده بودم نزدیک ملکه مملکت بودم، این یکی دمه و عقیده چپی داشت، ولی با هم کار میکردیم به منفعت بچه ها، یه چیزی که خوب بود برای بچه ها. مایسی های کوچولو رو دیدین چقدر تعبیرش کردن؟ داستان مایسی هاست دیگه، میره بیرون ده هزار جور اینو برداشتن. پس چطور بود که مثلا فیلم های ما جایزه بین‌المللی برای فیلم کودکان میبرد، کتابامون جایزه میبرد برای بهترین کتاب کودک، حالا ما احمق بودیم نمیفهمیدیم اینا میامدن عقایدشون رو تو قالب نمیدونم داستان کودکان اگه میخواستن بدن. اروپایی هم احمق بودن، امریکایی هم نمیفهمیدن، اینا هیچ کدوم سرشون نمیشد که این داره بهش یه عقایدی رو به بچه ها به در فرم یه داستان یا یه فیلم میده. نه
ولی ما تمام جایز مایستای کوچولو جایزه اول بردش، همه این لیستاش هست شما دیدین. لو فیروز شیروانلو یک بار جلو من از چیزای سیاسی حرف نزد، گفتم میای تو کانون آقا این کار برای بچه هاست، سیاست رو بذاریم کنار، چی برای بچه خوبه، چی تفریحیه، چی آموزش بهش میده، همش که نمیشه آدم کتاب درسی بخونه. به همین دلیل حتی بعد از انقلاب هم این مسئله باعث شد که خیلی ها تصور کنن که با تسخیر کانون پرورش فکری کودکان دژ کمونیستا رو در واقع تسخیر میکنن که با واقعیت نمیخواند و درست نبود، ولی به هر حال در ذهن همه این بود که به هر حال هر کسی در کانون پرورش فکری کودکان کار میکنه گرایش چپی داره. بعد از انقلاب کانون اصلا به عنوان یک مرکز از مراکز عمده و به نام رژیم پیش از انقلاب نشانه گرفته شد و در یک حرکت خیلی انقلابی همه چیز در اون عوض شد. خب طبیعتاً باید عوض می‌شد. خب خانم امیر ارجمند که بعد از انقلاب نمیتونست اونجا بشین رو اداره کنه، خانم ارجمند کنار رفت و منو گذاشت جای خودش که کانون اداره بکنه. این قبل از انقلاب بود، یعنی من رئیس کانون بودم تا انقلاب شد و انقلاب که شد اون وقت انقلابیون اومدن و ما در واقع کار رو تحویل کانون، یعنی کانون رو ما از وزیر در واقع تشکیلات دادیم دستشون رو. ولی کسایی که اومدن آدمای بدی نبودن. آقای فرشید مثقالی سرپرست موقت کانون بودن بعد از خانم امیر ارجمند، ایشون با همون هیئت مربوط به که عنوانشون بودن شورای کانون، شورای حالا منتخب بودن ظاهراً توسط عده انتخاب شده بودن، حدود 7-8 نفر تشریف بردن، یه دیداری داشتیم و بعد قرار شد من یه بازدیدی از کانون داشته باشم که اونها مواردی رو ترک کرده بودن برای رسیدگی. بعد اون بازدید همانو ادامه کار ما در واقع در دنبالش انقلاب شد. بعد در حال آقای زرین اومد و شروع کرد کار تو کانون به عنوان مدیر عامل، یه معلم شریف چون هیچ چیم از فیلمسازی نمیدونه، ولی این آدم به نظر من یک دوره طلایی برای کانون رقم زد که خیلی از دوره قبل ترش، یعنی از دوره پادشاهی بهتر بود دوره آقای زرین. خیلی از مؤسسات قبل بنا به دلایلی و با توجه به شرایط بعد از پیروزی انقلاب تعطیل شدن یا ادغام شدن در مجموعه های دیگه. کانون این شانس آورد که اساتید و در واقع افرادی که کمک اومدن برای کانون و بعضی وقتا حتی مسئولیت هایی رو پذیرفتن، تلاش کردند که اساسنامه کانون رو به تصویب شورای انقلاب برسونن. بنابراین کانون که وابسته به دفتر مخصوص بود تبدیل شد به یک شرکت دولتی صاحب یک مجمع عمومی، هیئت مدیره و اساسنامه‌ای که شورای انقلاب اون رو به تصویب رسوند. عزیز زرین موجود بسیار پاکیزه دست نخورده خوشفکری بود که وقتی اومد بیشتر تحقیق کرد تا اعمال قدرت بکنه و تو این مدت که کار میکرد بیشتر گوش میداد ببینه روابط چیه. با طول کشید یکی دو سالی و بعد ذره ذره آگاهی پیدا کرد که سنگ اول کانون رو خیلی خوب طراحی کردن و نظمی که در کانون وجود داشت رو به هم نزد. تحت عنوان یه موجود انقلابی پذیرفت که کانون به همین شکل تا بار کار کرده، خوب کار کرده، بچه‌ها رو اذیت و آزار نرسوندن. یه جایی یک تبدیل شد به یه جزیره که واقعا انقلاب درش اتفاق نیفتاد و زرین مراقبت کرد. تو همین گیرودار این نوع دیدارها و مذاکرات نکته مهمی که بود، خب انقلاب شده بود، بحث انقلاب با بحث ضد انقلاب، بحث طاغوت و بحث غیر طاغوت مطرح بود. خب قطعا بار سنگینی که
ابراز میشد راجع به مدیر عامل قبلی باری بود که ایشون از نیروهای قبل بودن و ارتباطشون با به اصطلاح دربار و دفتر به اصطلاح مخصوص و غیره. اون لحظات ما دیدارهایی که با بعضی کارکنان قدیم کانون داشتیم یک ویژگی هایی رو نقل میکردن و من یادمه که توافقی که من با تعدادی از مشاورین خودم داشتم بود یه تابلو زدیم تو اتاق که کارهای خوب مدیر عامل قبلی رو بگید، ما اگه عمری داشته باشیم و توفیقی پیدا کنیم کارهای خوبش رو ادامه بدیم. این تابلوه کلی کمک کرد. ببین برای یه نمونه آدم دینی درست و مسلمان، اگه میخوای بگیم مسلمان، علیرضا زرین بود. یعنی کسی که خودش با کاراکترش و رفتار خودش ثابت میکنه که ایمان داره و ثابت میکنه که آدم درستی. و زرین در واقع یه نوعی راه آن مجموعه رو تا مدت‌ها ادامه داد. تا من یادم نمیره تو یکی از جلساتی که تشکیل شد من از همه‌شون خواهش کردم، گفتم آقا قبل انقلاب بعد از انقلاب و تموم، الان همه همکاران کانون هستید، هر کی کار بلده و کار دوست داره برای کودکان و جوانان بکنه بسم الله. اینو خیلی دارم با دور تند براتون میگم، اینطوری ها نبود که به این راحتی بشه اینا رو بیان کرد. هومون میکردن، یه ده دست میزدن، یه ده مثلا حتی گاهی جرأت میکردن، بعضیشون تهدید میکردن که آخه این حرفا رو مثلا اینجوری نشه. ولی ما در واقع تکلیفمون رو با همه مخاطبین روشن کردیم. به همین دلیل کانون در این رویکرد و راستای خودش حفظ شد و سطحش تا حدود زیادی واقعا این سطح نگه داشته شد و به همین دلیل هم کانون در سینماگران سینمای بعدی در واقع یک الگو شد. نوعی رئالیسم سازمان یافته، نه رئالیسم شلخته. سینمای بعد از انقلاب رو در واقع برآمده از کانون باید حساب کرد. فیلمایی که احتمال این که باید مجوز اکرانش رو از نهاد دیگری میگرفتیم ضرورت داشت اسم من باشه، بنابراین من اون ضرورت رو پذیرفتم. ولی الان هم ازم بخواییم بگیم یه سی سراغ دارید بره نگاتیوها رو اسما رو دراره، الان کاملا موافقم، چون اسم کار نمیکنه برای من، یعنی هیچ تأثیری هم نداشت. ولی اون موقع تعهدی بود که من باید پاشو امضا میکردم که اگر اتفاقی میافتاد پاسخگوی اون فیلم من باید میبودم. تو فضای اون روز و اون روزگار بحث اعتماد یک بحث خیلی کلیدی بود، بحث امنیت برای نیروهای هنرمند بحث بسیار مهمی بود. شرایط کانون شرایط خاصی بود، تعداد زیادی که اون روزها میگفتن حدود 800 نفر از افرادی که به گروه توده‌ای ها معروف بودند وجود داشت، از افرادی که وابسته به گروه های چپ بودند، چریک های فدایی، اقلیت اکثریت، افراد عادی، هنرمندانی که بدون وابستگی به اون قسمت ها بودند و خب افرادی هم که منسوب زمان قبل از انقلاب بودند. خب این مجموعه اختلاف انسان ها و اختلاف بینش هاشون و اختلاف گرایش هاشون خودش خیلی شرایط خاصی رو میطلبید برای مدیریت، چون آدم های دگراندیشی مثل مثلا بهرام بیضایی که کسی اسمشون رو نمیتونست بیاره یا مثلا امیر نادری که به نوعی طرح شده بودن، اینا رو زرین دعوت کرد به کارون و فیلم سینمایی ساختن. حالا فیلم بیضایی توقیف بود مثلا یه مدتی، این تقصیر زرین نیست واقعا. در چارچوب اساسنامه قانونی مصوب شورای انقلاب اختیار تولید فیلم و کتاب و سرگرمی‌ها برای کانون مسلماً بدون در واقع مجوز گرفتن از نهادها و وزارتخانه‌های دیگری تصریح شده بود. به استناد این مجوز که مجوز قانونی بود، تولید فیلم هم در کانون آغاز شد. با مشورت‌هایی که شد دعوت شد شورای سینمایی کانون برای تولید فیلم و برای انتخاب اثر و سناریو استفاده می‌شد. من هم بیشتر کار هماهنگی گروه و رتق و فتق کارهایی که حواشی این کار نیاز داشت رو سهمم رو داشتم. وای بیا 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 دی وای
شورای تولید کانون پرورش تکنیک کودکان یک موجی را آغاز کرد که تقریبا میشه گفت همه غافلگیر شده بودن. بعد از موفقیت فیلم دونده و اولین فیلم ایرانی بعد از انقلاب که در جشنواره نانت و جشنواره دیگه موفقیت کسب کرد، یک اعتماد به نفسی پیدا شد که کانون پرورش تکنیک کودکان میتونه که تولیدات مناسبی داشته باشه، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی. یا مثلا خانه دوست کجاست کیارستمی یه خطی کشید بین تولیدات پیشین و پسین کانون که موضوع کودک اما دوستی به معنی فراتر و عمیق‌ترشه. نقش کانون در اینجا بسیار پررنگه، نه تا در سالهایی که ما اعتماد به نفس از دست داده بودیم، یعنی اصلا کل جامعه از دست داده بود که مثلا تولیدات هنری و فرهنگی ما مورد اقبال واقع نخواهد شد، یا اصلا خب با جمهوری اسلامی چیکار میشه کرد؟ خیلی همون گفتن اصلا کار نمیشه کرد. ما هم متهم بودیم به سازشکاری، به خیانت، به همینه که رفتیم با جمهوری اسلامی داریم همکاری میکنیم. ما استدلالمون بود که نه، اصلا ما میخواییم برای این جامعه چه فرقی میکنه که چه حکومتی بر سر ماست. ما میخواییم که برای کودک کاری بکنیم. یک فیلم کار کردیم به اسم مشق شب که مشق شب به شدت مورد انتقاد وزیر آموزش پرورش، سیستم آموزش پرورش قرار گرفت. به عنوان یه فیلمی که واقعیت نداره، نامه هایی نوشتن از طرف وزیر آموزش پرورش اون موقع که اسمش حتما دلم میخواد بذارین، الان یادم نیست چه اسمش بود، دکتری بود که وزیر آموزش پرورش بود و او گفتش که این فیلم، یک نامه نوشت برای من، برای زرین، که زرین برای من فرستاد و توش قید کرده بود که این خدا نشناسان بیخبر، یعنی بنده و یک دو نفری که رفتیم فیلم مشق شب رو ساختیم، حتی نخواستن با گذاشتن کمی ریش در صورت خودشان وفای خود را به انقلاب علی ظاهر ثابت کنند. این نامه انقدر تلخ بود که از توسط یک وزیر آموزش پرورش نمی‌شده بود که با زرین صحبت کردیم و فهمیدیم که دیگه بوی الرحمن داره میاد و باید کانون رو ترک کنیم و زرین از کانون رفت و منم اومدم بیرون و چند توی دیگه اومدن و بقیه موندن. من یادمه که اون روز که رفته بود، رفت خونش نشست، من رفتم به دیدنش، یه چیزی گفت که خیلی شگفت انگیز و خیلی زیبا بود. گفت من خوشحالم که یک روزی در گوشه از دنیا بنیانگذاران کانون رو ببینم، تو روشون شرمنده نیستم، اگر چیزی به کانون اضافه نکردم چیزی هم ازش کم نکردم، که واقعا اضافه کرد بکنم. خب یه همچه حرفی از یه آدم مسلمان متعهد، متعهد مقید، خیلی یعنی نهایت بزرگ منشیشه که اینو امانت احساس میکنه. به نظر من چیزی که میمونه عمل صالح ما هست. اگر بتونیم عمل صالح انجام بدیم، حتی اگر اسممون رو اون اثر نباشه، اون عمل صالح خودش اثر گذاره. خوشحالیم از اینه که با تمام کم و کسرایی که الان هست و عوض شده و چی، هنوز این ادامه داره. 34 سال گذشته و هنوز کانونی هست. متاسفانه من نتیجه کارشون رو زیاد نمیدونم، ولی کانون هست، از بین نرفت. این خیلی برام مهمه. هنوز دستگاه ها و کتابخونه ها و همین چه که تأسیساتی که پیش از الان به وجود آمد و چیز زیادی هم به نظر من بهشون افسوده نشد، همچنان دوام داشته باشه. مثل پرتاب سنگیه که دست پرقوتی پرتاب کرده، هنوز داره آسمون رو طی میکنه، متا اگه دقیق باشیم میبینیم این قصر رو به پایینه. همدلی و اون عشق و اون انگیزه
همه رو در کانون یکی میکرد. ما همه عضو یک خانواده بزرگ بودیم در رشته های مختلف. کانون یکی از استثنایی ترین مؤسساتی بود که در همه عالم شکل گرفت بدون اینکه مدل داشته باشه، بدون اینکه الگو داشته باشه، بدون اینکه از جای دیگه تقلید بکنه، و خودش به وجود آمد و خودش رشد کرد و شکوفا شد و عظیم شد. دیگران بودند که یاد گرفتن و فهمیدن. جهان یه نگاهی به کانون داشت و فیلماش. بسیار جایزه اول یا دوم رو فیلمای کانون می‌گرفتن. اوایل انقلاب وقتی می‌رفتم کانون رو حالش رو از من میپرسیدن، حتی به اسم کوچیک صداش میکرد، گفتن کانون چطوره؟ چه اتفاقی اونجا افتاده؟ کی اومده؟ کی رفته؟ آیا با هم خورده؟ حتی یک بار من و آقای زرین در بولونیا یک نمایشگاه بین‌المللی رفته بودیم، من به عینه دیدم وقتی که مرغک کانون رو میدیدم میگفتن ایران، یعنی شده بود پرچم یک کشور. و اینم یه اتفاق، مثل تمام تاریخ ایران یه چیزی، یه زمین آماده میشه، یه چیز گل میکنه، بعدم لگد مالش میکنن دیگه. این همه تاریخ ایران. ولی برای هنوز فیزیکش هست. من مثالی که برای شما زدم که این مرغک کانون برابری میکرد با پرچم یک کشور کم نیست. آرم کانون رو برای ما میکشید. این لوگوی کانون یه دانشجوی دانشگاه تهران بود، پسر جوان که میگم باز مثل یه حالت مسابقه گذاشته بودی دادن. مال اینو ما انتخاب کردیم که یه گنجیش که روی کتاب باز شده نشست. چه چطوری نشست؟ این چیزی که من یادمه اینه. میدونم نوکش هم بازی که من چی میگنم knowledge بگیره تو دنش. من نمیتونم گنجشگر رو بکشم. امتحان نقاشی باور میکنین تا حالا نزده بودن، حالا یه خول شدن. و بعد این پری که داشت و چیزی که اینجوری داشت و میومد اینجا و چیز بود و بعد این چیزی که داشت. چی شد؟ درسته، این دو تا بال داره، یکی داره یادم نیست، فکر کنم دو تا داره، یه هم چیزیست با یه دو داری اینه به نظر امزام اگه برسته خب حالا یه دو نظر کار چه دوباره نگاه کنیم چقدر دور داری شما کتاب ببرم خیلی فرق. من کجا هم این کجاست؟ چقدر فرق قضیه است. یه چشم هم داره درسته؟ چششو نذاشتم. به یاد اومد از یاد رفت، خیالی بود به باد رفت، بالا رفتیم کوه بود، جنگل انبوه بود، پایین اومدیم دشت بود، باغ درندشت بود.